سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام همینجا کوکتل تیوی امروز با یک رپ هاوشی دیگه در خدمت شما هستیم میخوایم یه سری اتفاقاتی که این چند وقته بوده حول محور رپ فارسی رو با هم بررسی کنیم اما قبل از هر چیزی اگه تازه با کانال آشنا شدید یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید که تا ویدیو میذاریم با خبر بشید اگر از ویدیو هم خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم حواشی رو داشته باشیم همونطور که الان دیگه همتون خبر دارید یک اتفاقی افتاده این چند وقته و اونم رب کردن یک بازیگر به اسم رضا نیکخواه تو یک برنامه کمدی بوده و خب خیلی اومدن واکنش نشون دادن و خیلی حرفا رو زدن و میریم با همین واکنش ها و استوری ها رو ببینیم اول از همه اشکان خطیبی که از بازیگرا و هنرمندهای ایرانی هست یک استوری گذاشت به این شهر و نوشت حالا که متوجه شدید رپ چه جایگاه و مخاطب و طرفداری داره و در برنامه سازی هاتون بهش میپردازید و از جذابیتش در جهت جذب تماشاگر استفاده میکنید آیا وقت نرسیده که به آرتیست های رپ فارسی بها بدید؟ حالا که داریم ادای رپ کردن رو مجوز میدید چرا به اصلش نمیپردازید؟ اونها رو حتی مشمول واکسیناسیون ویژه هنرمندان هم به حساب نیاوردید دو دهه تحقیر و تمسخر و ممنوعیت بس نیست هشتگ جوکر و یاس موئر تیک تاک سینا و تیک تاک مافی رو تک کرد علی جیدال هم جزو ربکونهایی بود که واکنش نشون داد به این داستان رو نوشت من هم کلی خندیدم به آقای نیک خواه تو قسمت اول این برنامه ولی واقعیت اینه که رپی که هنوز ممنوعه و نصف خواننده هاش در به درن یا تو ایران زیر فشار و بدون مجوز واقعا خنده نداره و گریه داره یعنی این هنر فقط برای دلغک بازی باهاش و مسخره شدن بهش مجوز میدن و ما ملت همیشه حاضر در صحنه همچنان به درد خود میخندیم و جوک میسازیم ازش باز به غیرت اشکان خطیبی موهر هم استوری اشکان خطیبی رو, رو روی استوری کرد و نوشت واسه نابود کردن این جریان همه کار کردن اما کسی که به فکر نابودی باشه به جای ساختن اول خودش به نابودی کشیده میشه و کسی که به فکر ساخت باشه اول خودشو میسازه اگه امروز به این اوضاع اصفناک بین پایگاه های مردمی رسیدن چون به فکر نابود کردن جریان های مخالفشون بودن تا ساخت جریانات خودشون و رقابت آزاد و همچنین کلمه آدم حسابی رو نوشت برای اشکان خطیبی <مزنقی> کچی هم واکنش نشون داد و نوشت من شخصا بانیک نیکا خیلی حال میکنم واسه همین هیچ گاردی رو این داستان نگرفتم خیلی هم باحال بود کلا دیگه قدرت رپ و ماها معلومه تو جامعه نیازی به گفتن کسی نیست که ما رو جدی بگیرن ما رو انقدر جدی گرفتن که به مجاز نشیم پس حالش رو فقط اگه مثل ما نیستی نیکی یا یا نکن شان آسفالت هم در واکنش به این داستان یک استوری زد و نوشت اگر اب مجاز نیست چرا تو هاتون استفاده میکنید خجالت هم چیز خوبیه بدبختیش واسه من و رفیقان بود که همه شونو از کشورشون بیرون کردید حالا چه شوخی چه جدی دارید تو همه کاراتون رب پخش میکنید و پولشو در میارید خدا جای حق نشسته یه توییت هم داشتیم از مسلک به این شهر نسل ما تو دوره پای رپ فارسی سوخت که خودمونو به رسمیت نشناختن ولی کسایی که مسخرمون میکردن و چرا برای تاریخ خب این واکنش ها رو دیدیم اما من میخوام یک توضیح ریز بدم و نظر خودم راجع به این داستان بگم یک زمانی بود که کلی مستند ساخته میشد که رپ فارسی رو بد نشون بدن و تو فیلم ها هر جا رپ فارسی استفاده میشد یکی تو ماشین بود و یه آهنگ رپ فارسی اون زیر پخش میشد و نشون میداد که اینا خلافکارن عیاشن اوباشن از این داستانه و همیشه از رپ اینجوری استفاده میکردن حتی تو برنامه های مثل شوخی کردن میخواستن نشون بدن که طرف چته یا تو حالت نیست و این حرفا می بدن آهنگ رپ پخش میکردن ولی خب الان داستان عوض شده به نظر من بهتره با, چش با چش یکم باز نگاه کنیم همه چی قرار نیست یه شب درست بشه آره اینکه به رسمیت نمیشناسن اپ فارسی و به شدت دردناک اینکه جزء هنرمندا حساب نمیشن به شدت دردناک اینکه میرن اشخاصی مثل رضا پیشرو توی به هر حال های بعضی از فیلم‌ها و باهاشون درست رفتار نمیشه اینا واقعا دردناکه ولی اگه بیایم درست نگاه کنیم میبینیم که چقدر داره اوضاع بهتر میشه الان وقتی یک کارگردان میاد و میبینه که چجوری میتونه برنامهش رو بیاره سر زبون و باید از رپ استفاده کنه این نشون میده که همشون این درکو کردن که رپ چه جایگاهی داره و دارن اینو نشون میدن همچنین وقتی ما این برنامه رو میدیدیم توش از کلمه دیس استفاده میشد و همچنین فرهنگ های رپی خب باسه خانواده هایی که خیلی هاشون شاید دارن اینو میبینن و اصلا نمیدونن رپ چیه شاید یک مرد سمبالایی باشه و اینا این خودش داره یه سری چیزا رو جا میندازه از اون برم یکم خب خیلی مخاطبا و اینها میان و گارد دارن خب این نوع پرادی رپ کردن همه جا هست توی دنیا و حتی اگه قرار بشه رپ و پرادی و این داستان ها رو نداشته باشیم به این شکل خب چرا به مثلا برنامه شب جمعه کسی گیر نمیداد و چیزی که من فکر کنم خیلی این داستان داره روشن میشه وقتی بازیگران قرار میان استوری میذارن وقتی میبینیم یه زمان کی از این کارا میکنه الان میبینیم خیلی از بازیگرامون میان و آهنگای رپ فارسی رو استوری میکنن و این اتفاقات توی برنامه ها داره میفته دیگه این رپ حتی به شکل سرگرمی اومده اون تو و دارن رپ میکنن و یه سری لفظا رو میان یه سری از به هر حال فرهنگاشون اون تو نشون میدن دربارهش روک مستقیم صحبت میکنن و این قدم اول میتونه باشه واسه با رسیدن به خیلی چیزهای دیگه و من همچنین فکر میکنم تا دو سه سال آینده ما رپر مجوزدار هم خواهیم داشت حالا باید ببینیم که رپش چه شکلی خواهد بود آیا اون موقعی که رپ مجوز بگیره باز این محتوایی که ما دوست داریم توش هست یا نه خلاصه ولی فکر می‌کنم انقدر گیر دادن خیلی کار درستی نیست چون مخاطبای رپ فارسی اینجوری شدن که هر اتفاقی می‌افته حالا اسم رپ توش باشه همه هجوم می‌برن و این شاید بعد نشون بده رپ فارسی رو خیلی جا خلاصه این از این بود این یعنی این داستان بود و همچنین وقتی یک شخص سنباله هنرمند میاد و رپ اینجوری میخونه نشون میده که آقا آره ما رپ گوش دادیم میدونیم چی به چیه این داستان ها و به نظر من حرکتی جالبی بود و شروع یک سری داستان ها میتونه باشه پس بهتره لیمبه پره. نیمه پر لیوان با هم نگاه کنیم از این موضوع که بگذاریم توی چند وقت گذشته یه سری اتفاق افتاد و اونم یکیش که خیلی جنجال به پا کرد و این حرفا این بود که سهراب ام جی رفت توی مصاحبه با امید دانا خیلی حرفا رو زدن صحبت کردن و اینها و فدایی اومد یه سری واکنش نشون داد و بعدش هم این آقای امید دانا اومد یک ویدیو درست کرد و کلن اشکان فدایی رو تخریب کرد و از این داستان ها اولش میخوام یه پرانتز واکنم کاش رپر های ما قاطی نشن با جریان های سیاسی مثل مسیح علی نژاد و امید دانا و کارهایی که دارن میکنن و بهشون ویو اعتبار ندن چون وقتی مسیح علی نژاد میاد کنار فدای امید دانا میاد کنار سهراب امجی تمام سودش واسه اون اشخاص و اعتباریه که اونها میگیرن و بعدش هم که میبینیم چه رفتارهایی ممکنه انجام بدن و یا این درگیری‌ها که مثلا مجری تلویزیونی بیاد بخواد بیاد به ام یه چیزی بگه یا از اونوری که مثل امید دانا که اصلا میاد پا میشه مثلا برنامه درست کنه فدایی رو بزنه و کاش اینو کامل رپ ما در کنن که توی خانواده ایم آره خودشون به هم حرف بزنن و اینا ولی این اشخاصی که بیان بگیرن رو این رپرای خودمون کسایی که توی خانوادهن واقعا قشنگ و جالب نیست و میخواستم به این اشاره کنم آقای امید دانا بود سی دقیقه ویدیو گرفته بود و شروع کرده بود کلا تخریب اشکان فدایی و بذار یه چیزی بهت بگم آقای امید شما اومدی ادعای روشنفکری داری ویدیو ساختی سی دقیقه و عملا فقط داری یه نفر رو تخریب میکنی و گیر میدی به قیافه طرف آدم روشنفک به قیافه گیر میده بعد شما قیافه خودت رو دیدی کاوری که گذاشتی تو چنل یوتیوب تو دیدی اون سیسی سی که شما گرفتی تیپی که زدی اون بالا و عکس کاورته کاوریه که یعنی تیپ و استایلی که مال 84 بود موقع کامران هومن تو موزیک ویدیو سنیوریتاشون از این تیپ پا می زدن و مود بود بعد می میگی ما لاکچریم تیپ فلان اینا حسودیشون میشه نه از این خبران نیست و شما میای توی این برنامه اسم یک رپر میاری حالا ما کار این رپر کیه میای اسم یک رپر میاری و میگی من نمیشناسم و فلان و اینا اگه نمیشناسی اگه طرف کسی نیست چرا اسمش رو تایتلته که ویو بخوری 50 60 دلار 100 دلار ازش درری چرا و اگه روشن فکری چرا به شغل و اینای طرف گیر میدی شما شغل خودینه که بیای بشینی الکی یه سری حرف بزنی و بدون هیچ ادیت درستی بدون هیچ تامنیل درستی وضع تامنیل های چنلته و دم از لاکچری بودن اینا بزنی و این واقعا خنده داره و یه مسئله دیگه که میخوام بگم آقا یه بحثی خیلی را افتاده خیلی راجبش حرف میزنن میگن آقا اونایی که خارج از ایران نمیتونن از بدیاش بگن و فلان و اینا و بخوان کاری بکنن حالا صحبتو که من خودم فکرم اینه که هر کسی میتونه هر حرفی بزنه ولا اینکه بخواد شروع کنه یه سری رو تشویق کنه و مسئولیت یه سری ها رو به گردن بگیره که خودش توش نیست این غلطه ولی میتونی بیای حرف تو بزنی انتقاد تو بکنه اینا ولی اگه نمیتونی این حرفو بزنی آقای امید دانا که میای میگی از بیرون نشستن حرف میزنن و مسخره میکنی شما خود بیرون از ایران نشستی میگی ایران خوبه اگه خوبه بیرون ایران چیکار میکنی همونطور که یه کسی نمیتونه بیرون ایران بگه ایران بده شما هم نمیتونی بگی خوبه برو ایران زندگی کن از اونجا بگو خوبه و این داستانی هست که اصلا من نمیدونم عجیب غریب شده منطقه رو درک نمیکنم خود طرف به عنوان روشن فکر نشسته تو برنامه میگه از بیرون ایران نمیتونی بگی ایران بده نمیتونی بگی بده میتونی بگی خوبه خب بعد بریم اونجا زندگی کنی از اونجا نظر بدی و شما هم میتونی بری اونجا زندگی کنی بد نظر بدی خلاصه کاش با این نمیدونم اصلا امیددانا کیه فلان طرف برای ویو باید بیاد بچسبه به سهراب امجی و فدایی و چرا باید این آدما رو گنده کنیم واقعا من متوجه نمیشم مثلا هم روشن فکر اصلا حرفو شد سی دقیقه اومده فقط تهدید میکنه حرف میزنه آفرین کارت خیلی خوبه مدرکداری رو کن حرفشو نزن خلاصه این از این و اتفاقات عجیب غریبی داره میفته تو رپ فارسی کاش انقدر با سیاست قاطی نشیم آره آهنگ اجتماعی هست آهنگ سیاسی هست کسی که از سیاست میدونه میتونه آهنگ سیاسی بخونه و میتونه از اجتماع بخونه میتونه درد مردم بگه چرا چون خیلی باش همدردی میکنن چرا چون خیلی ممکنه طرفدار رب باشن از سیاست ندونن و از این یاد بگیرن اما کسی که این کارو میکنه خب باید یک به حال عقبه خوبی داشته باشه یا بدونه داره چیکار میکنه چون بعضی‌ها شاید ندونن دارن چیکار میکنن و یه سری جریان‌ها را بندازن مثلا برسه به اینکه یه سری دستگیر شن یه سری برن زندان و این حرفا که خب این واقعا مشکله و مسئولیتش میشه با اون رپر و خلاصه این از این عجیب غریب داستانا بعد ببینیم که چی میشه داستانا به کجا میرسه امروز هم سهراب امجد یک متنیو نوشته بود برای مسیح علی نجات تو کانالش نوشته بود خود مسیح علی نجاد دم از آزادی و این حرفا میزنه بعد کامنتاشو بسته فقط بعد فالوش کنی همین دیگه ببین این اشخاص که اصلا خودشون اینجوری هن یعنی اشخاص خیلی هاشون خودشون دیکتاتورن و میان ضد دیکتاتوری حرف زنن مثل همین آقای امید مثل همین آقای خانوم مسیح علی نجات و خیلی های دیگه و کاش مینا اعتبار ندیم تو رب فارسی به اون شکل خلاصه این بود از این قسمت ر هواشی و امیدوارم که لذت برده باشید نظرهای خودتون رو راجع به حالا نظرهای من و حالا هم آقای نیکخا که اومده بود رب کرده بود هم این دوستان عزیزمون امید دانا و مسیح علی نجات بنویسید دوست دارم نظراتون رو بخونم همه کامنت های این پست رو میخونم و کاش بتونیم با هم به برایندی برسیم و ببینیم که حرفا چه جوریه خلاصه این از این دمتون گرم است که این از ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم هم که توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی